خیلی شیکن. یه سری اسکان مثل اینجا مثل جوان مرده قصاب مال 65 سال میشه. یه اینفورمیشن باحال دیگه که یاد گرفتم، شاید شما نمیدونستم، های علا یاد گرفتم، اینه که اولین کشوری در دنیا که مترو به قطار گذاشت انگلیس بود. واسه همین مثلا اینجا انقدر قدیمیه، جز جاهای خیلی قدیمی. یه چیز باحال دیگه ای که هست این مترو رو که میخوای ازش خارج هم بشی، کارت تو میزنی، خودش آخر روز مصاحبه محاسبه میکنه از کجا رفتی از کجا برگشتی چقدر مثلا چارجت کنه. امروز اومدیم به قدیمی ترین موزه دنیا، موزه بریتیش میوزیم که سال 1752 تأسیس شده، 1759 یا 1756 درش باز شده، به اون 6 سال طول کشیده که اینجا بازگشایی بشه. بکن قدیمی در موزه دنیا استاد منشور کوروش هم اینجاست، بریم ببینیم. این موزه سه طبقه است که اینجا نوشته که هر طبقه چه چیزایی داره، هر اتاق اینا. بعد منشور کوروش رو من می‌خواستم ببینیم، اومدیم طبقه سه. اینجا برام می‌زنه که این سمت اجیپت و میدلیست و این چیزاست، اون مستقیما میره ژاپن، این برام میره یه قسمت دیگه آسیا. اینجا که مشاهده می‌کنیم، ما الان می‌خوایم بریم به سمت اجیپت و بعد برسیم به منشور کوروش. چه کشور دیگه؟ سال 1800 اینا فکر کنم یه جا نوشته بودش که منشور کوروش آوردن اینجا. این موزه مجانی بود، فقط باید قبل از اینکه بیا رزرویشن بده. این از اینایی که باهاش سرش می ساختن، این هم یه دیگه از بچه.
من اون بر بودم. اینا رو می‌بینی؟ اینجوری می‌کشن باحال دارن. چه منتظر برای اینا اسیریانا از اینا اینفلوئنس گرفتن. دیدی همیشه حیونی از بعد باحال داره تنش پایینش باحال. بعد ایرانیا که دیدی زور چیزه. فروه رو اینا سیاه این ستونا اونا از اسیریانا اینفلوئنس گرفتن که اونو گرفتن. اسیریان میشه آشوریا؟ آره. ولی همش اوریجینش برمیاد به مصر. واو. دوستان هم شنیدید یا نه؟ آشوری ها از این دوستانمون در ایجیپت، ایجیپت چی میشه فارسیش؟ مصر. مصر. حسن نباشی. از مصر ایده گرفته بودن که اینجوری مثلا دوستان و لباس هاشون و این ها از این ها ایده گرفته بودن. من خیلی خوشحالم که مونیایی دارم میبینم. یه مومیای دیگه که نقاشی شده است سال 100 تا 120 قبل از میلاد. بدنی که توش هسته شد نمالا اون شکلی مورده مومیایی باز نکردن یعنی؟ باز نمی کنم مومیایی ها را. نمیدونم برچه اساس میشه که یه سری مومیایی ها رو باز میکنند اما روز خراب شده باشه یه دست در یه سریشون، ولی اینا مومیایی هایی بودن که بسته بودن باز نشدن. Thank you.
پاپیروس و کاغذ های مصری قدیمی و نقاشی های با رنگ های طبیعی و خط خفنشون. کتاب من این مثل که داستانش داستان روحه که یکی خدای مثلا این داره میبردش، آدم خوبی باشی مثلا میبرنه میرسنن به خدا، آدم بدی باشی مثلا توی جهنم، یه چیزی شبیه این. اینجا متاسفانه شیشه دارم، من نمیتونم دست بزنم، ولی اینکه این نقاشی های عجیب و رنگ های طبیعی انگار قشنگ دارن با ما معاشرت میکنن در قالب نقاشی، این حس غریبی. اینجا خیلی هم نورش کردن، فکر کنم مثلا نور رو کم کردن که به واسطه نور رنگ اینا نره خراب نشه. این قسمت داستان اینجوریه که اینها یه سری آدم هن که اومدن نشستن معاشرت بکنن، اینا آهنگ و اینا میوزیشن هن، اینا هم رقاص هن، بقیه رو انترتین کنن. سفر کنی به اون دوره و میبینی جالبه. اینا وسایلی بوده که باهاش سنگ رو میکندن، اینا رنگهایی بوده که باهاش مثلا رنگهای طبیعی که درست میکنن، این پالت رنگی مثل گواش و رنگ روغن و اینا که مثلا استفاده میکردن، اینا هم قلموشون بوده. وای خیلی خفنه. چه خط خفن ولی اینجا مثلا گفته که این مثلا توی نقاشی غذاه و این واینه و اینا و خود نقاشی این بوده. و خیلی ناراحت کننده است که اسم نقاش بقاش اینا که نزدن، یه سری آدمی بودن که این هنرها رو خلق کردن و مردن، این شکلی بوده. گندم مثلا خرگوش گرفته بودن، آهو، واو. پروانه بو، گربه بو، چقدر حسیش بالا، خدایا. این هم این شکلی بوده در گذشته ها که مثلا یه تیکش مونده. واو. ماهی های مختلف و پرسپکتیو جالبی داره. ماهی چون اینجوری تو آب که نیست که، مگر اینکه مرده باشه. با اردک. بریم. ما نمیدونیم چرا اینجا رو بستن. یه عالم اسکلت مسکلت اینجا داریم براتون. اینا دیگه خیلی قدیمی نیستن. چیه مثلا 400 سال پس از میلاد؟ آخه ما مسخره شما، ما چیزای قدیمی دوست داریم. چه بامزه LGBTQ مود بود وقتی که مود نبود. این فضا خیلی دیگه بزرگ شد و نورانی شد دوباره. اینا دیگه همه پس از میلادن.
آره آره اینجا دیگه جدیده، اینا پس از میلاد. آره اینا به کار ما نمیاد. مگه ما مسخره پس از میلاد؟ دوستان بیاین این بر خوشگله. آ اینو چقدر باحاله. گلدونی که از هر طرفش یه چیز زده بیرون. ما فقط واسه منشور کوروش اومدیم اینجا، بقیه چیزا بهونه است. البته مومیایی هم چیزای خفنی بود خدایی، ولی خب خیلی اینا با حالا این 500-600 سال پس از میلاد بوده. من بچه بودم که الان سفالگری میرفتم سر شبیه اینو تونسته بودم درست کنم. وای اینو نگاه خیلی خوشگله. دماغش هم خوب در آوردن ها. اینو نمیدونم که دوستان رفتن خودشون مثلا دیدی ملت میرن چه قار و علک خط خطی میکنن از اونا از یه خط با وای خیلی قشنگن اینا. این به نظر خانم حامله بوده. این اینا هم که همه جا هست دیگه. حالا جواهراتی که الانم موده این از خیلی قدیم ها مود بودم که سنش رو مشاهده میکنیم. این هم شبیه قلبه، هم شبیه پنجه، هم شبیه باسن. خدا چقدر بامزه و ظریفه. اینا جز چیزایی که بکنم باهاشون دفت میکردم. بسه که شت مغز یاروه مغزش رو سرش یعنی خالی میکرد. این آقا هر مجسمه بدنش رو آتیش زده بودن و خاکسترش مونده و یه مقداری هم از جمجمش این ها. الان من واقعا دلم خواستش که جز آدم هایی بودم که میرفتم اینا رو پیدا میکردم. جمجمه شون اینا رو دندوناشون خیلی خفن جدی سالم بوده. رسیدیم به ایران. یعنی واقعا چقدر غم انگیزه که چیزایی که مال ایرانه تو ایرانی. چقدر اینا قشنگه که الان هم دوباره مود شده انگار.
چقدر قدیمی این ماسک طلاه 6000 سال. واو قصر داریوش، پرسپولیس، پرشیا یا ایران؟ یعنی من الان در حال حاضر خیلی در شرف گریه هم اینجا که چرا ایران باید اینقدر بفهمیدم و چرا نباید قدرش رو میدونستم. و رسیدیم به منشور فروش و حس اینکه 2500 سال پیش فروش خدای هر کسی رو به خودش سپرد، دینش و زندگیش و همه چی رو، و از اون طرف الان جمهوری اسلامی اومده همه چی رو به فنا داده و زندگی نذاشته برای هیچ کسی. خیلی از غم انگیزیه. ظرف و ظروف ایرانی، درگین ما داشتیم، اجده ها داشتیم توی فرهنگ به نظر. فرهنگ که منظورم تاریخ رنگ و شما ببینیم که داشتیم از یه عالم هم ایرانی دیدیم اینجا خیلی حسیم بخواهیم ساری پوشش ایرانی هم تا که میبینید من گذاشت دامن مانند بوده المنت ها مثل ایشین و احتمالا دادن به موزه‌های دیگه اونجا مثلا اشتو بدن ولی الان طلایی بودن اینا اینی که دادن جاش اینجا بودن. اینم یه چیز دیگه هست جاش اینجا بوده نیستش طلامله ها و ابزار آویز لباس و این ها بوده اینا. Thank you.
جا بریتانیای کبیره. دیگه ایران ما دیدیم، خط میخی رو دیدیم، اینا به چشمون نمیاد. مگه ما مسخره شما میبینه چه خوشگله، ولی از لحاظ سایز انسان اینا قرن دوی میلادی، قبل از میلاد، قرن نه ببخشید قرن دوی قبل از میلاد. دست نزد از اینو زیاد دیدیم، ولی خب حالا اشکال نداره. تصویری از کریست فرام هینتون ستریت یا سینت ماری. وای چه بامزه. پنجره اتاق بوده مسکن. آره پنجره اتاق بوده، یعنی گریدش بوده. اینا رو گذاشتم برای قسمت اروپا. بعد ما که می‌بینیم چقدر بعد مثلا اینا رو مال ما رو پرزنت می‌کنه. اونور اصلا نه نوری نه چیزی. الان مثلا جلوی هورو نه چیزی. اینجا رو یه دیوار آجری رو برشته شیشه. خیلی درست میگین واقعا. مال ایرانو خیلی پرزنتیشنش کمتر از اینجا. الان که مال بریتانیا الان آجر رو برامون اینطوری دارن پرزنت می‌کنن. سوری. خلاصه که آره ما که میدونیم اینا رو از ایران برداشتیم آوردیم گذاشتیم. خیلی بامزه. ولی عشان مدل گردمان ها سمت ایران بود، بعد الان هم یه ها گذاشتن سمت بریتانیا. قاشوق چقدر بامزه ولی این شبیه اسفندود کن و آبکش همزمانه. وارد قسمت آتن و بیزان بیزانتین شد. ۵۲۵ تا ۵۵۰ سال قبل از میلاد. حالمه چقدر طلا جواهراتشون رو دوست داشتن. این که ببینیم کی کجا بود تو نقشه، ما میتونیم اینطوری مشاهده کنیم. همونطور که مشاهده میکنیم روم باستان رو داشتیم. هم بزرگ بوده. ایران کو؟ دریاش که اینجاست. این دریای سرخ میشه. آها این دریای سرخ میشه. این الکساندریه یا همون اسکندریه. ترکیه امروزی. اون عثمانی همون الکساندریا بوده؟ اسکندریه اونه. این سمت دریای فارس. فهمیدم. چقدر عظیم بوده همین آقای آتن.
امپراتوری بیزانس بله دیگه تو فیلم 300 مهادشون رو گرفتون حسابی این الان چه نقاشی یه خدایی اینا داره واسه تعمیر با کل آره نبود اگه سلش بالا باشه آفا قدید اینا چیزایی که طلا جواهر و جولری و وسایل جنگ و چیزا دکوریشن و خدا هم چی قشنگه این قسمت اسلامی غالبه و شاید باورتون نشه ولی قرآنه حتی قشنگ ها دوستان حسنه نباشی قسمت عربستان اسلامی طوریه یه خوشگله اینا شوش مولوی اینا به فروش میرسه اینا دیگه واسه ما تکرار یه چیز خیلی پشمرزو میخوام براتون تعریف کنم در گذشته های خیلی دور هندوستان برای ایران شطرنج فرستاد در ازاش که مثلا اینا بازی خودشون رو بفرستن ایران برای هندوستان بکرامان فرستاد همطور که در ادامه میبینیم اینطوری شد که شطرنج و بکرامان اینجوری با هم که مراوده داشتن و نهادی نشد تاسوره خیلی خوشگله وای خیلی خفنه دیدی قیافه اینا رو شبیه چیز پنگوئن خیلی بامزه چقدر کوچوله ولی چرا اومده تو قسمت اسلامی کیفیزا احتمالا زمان ایران مسلمون بوده مسلمان که اومده قسمت مسلمونی نبو کن نظر پادشاه بابل و اینا بوده اینا همطور که میبینیم این منشور ایرانه ولی خب همطور که به نظر میاد خیلی بس که موقع ارزش پس منشور ایران نداره که همطور گذاشتنش 550 سال قبل از میلاد خیلی ما روی بابل و اینا آشوریان اسکی رفتیم واو چقدر خفنه خط بابلی Thank you.
آشوریان 870 سال پس از سیمینار خواستن تبر خودشون رو دوباره استبلیش کنن. این رو اومدن درست کردن و همطور که مشاهده میکنین دارن بار میبرن، میوه میبرن، به هم کمک میکنن، شلیک میکنن، کلی غذاهای مختلف درست میکنن. این خیلی بامزه است، داره انگار جارو سواری میکنن و ماهی چه قشنگ. آلات موسیقی خیلی بامزه که اثری ازش من جای دیگه ندیدم و آثار آلات موسیقی سنتی بوده و مذهبی. فضای فود کورت و بیرونی موزه این شکلیه که ما داریم میریم الان غذا بخوریم. خیلی باحاله. یه رستوران ایرانی پیدا کردیم که یکی بچه همینجا گفت که میشلین استاره و گفت گرون نیست. ما چک کردیم گرون نیست. خیلی رستوران ایرانی میشلین استار داریم میریم. حالا اسمش هم برنجکه، انشالله غذاش خوب باشه. اسم رستوران برنجکه و همطور که میبینید دوتا میشلین استار شده. حالا اگه به ما جا بده خوشحال میشیم. همونطور که میبینید این منومونه. خیلی جاش باحاله. حالا تمام رو برنه یه طرف دیگه یه میرونی هم داشت. خیلی ایده خوبی بود که این سکنجبین و پشن فروت بعد روی لیموش سماق ریخته. اینم که لیموناتوری هست. خیلی باحال بود. دوستان این میزیدیه ملبن مزه‌های جنجان پشت بادمجون و ماسکوخیار و ماسکوموسیر و هموس و به به. سلام 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 شب فضای توش که غذا خوردیم الان بعد از غذا خوردن خیلی بامزه.